وقتتان بخیر. امروز چهارشنبه 27 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 سپتامبر سال 2019 میلادی. با خبرهای این ساعت از آریانا و آریانانیوز با من بسیار جوی خوش آمدید در نخست همسر خط خبرها. حمله مهاجمان بر مرکز توزیع شناسنامه های برقی در ننگرهار. بل ځلمرګي بریدګر لومړی کې ځان ته چاودنه ورکړې وي، ځان په چاودونکو توکو ته. خاص وزیر خارجه آمریکا سالبان: تا زمانی که این کشورها از طالبا استقبال رسمی و حکومت گونه نکنند، طبیعتا از تلاش های کشورها و برنامه دیدار رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر چین. مشروع خبرها: درگیری حمله کنندگان با نیروهای امنیتی در شهر جلال آباد با از پادر آمدن مهاجمان پایان یافت. به گفته مقام های امنیتی ننگرهار، در این حمله 3 تن به شمول یک کارمند دفتر توزیع شناسنامه های برقی جان باختند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. مرکز توزیع شناسنامه های برقی در شهر جلال‌آباد ننگرهار آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. گواهان رویداد میگویند که گروهی از مهاجمان به ساختمان این مرکز یورش بردند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. دغل دغل ناسوما یو سهال تر یو هغه چې انتحاری شو به انتحاری نه بل ډز شو سم سه بس تر اوسه جنگ روان ده. په سلور نفر ناسو سرحدی دریشی چول او رالو یو د پرز انتحاری بس درز دروشو به نور سنې د دریشی سو شو سم نه شو بس دولتي نفر لګی دی بس اوسم دوام لګی دی شروع دی اوسم جنگ شروع دی. دغه بریج چې سوې ده دغه د تذکرو په هغه باندې سوې دفتر باندې سوې او شاو خواته دلته ډیر ماشومان او ځانان ډیر ویره پیدا کړله او ټول وتښتل بیچارهګان څوک په خیابلې څوک سلوس همداسې وتللو کورونا او ماشومان ټول په زړو په فریاد کې دي. مقام های محلی این ولایت میگویند که این مهاجم حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت روز چهارشنبه هنگامی خودش را منفجر ساخت که شماری از شهروندان برای شناسنامه برقی صف بسته بودند. با گفته مقام های امنیتی ننگرهار، این درگیری با کشته شدن مهاجمان پایان یافته است و در این رویداد 3 تن به شمول یک کارمند شناسنامه های برقی کشته شده است. په ابتدا کې دوی هغه پیرادار چې وو هغه وویشتو، بعد له هغه دوی داخل ننوتل چې دوی په خاطر باندې چې چین ملکیان هلته زیات وو چې تلفات ملکیانو ته وانه وړي، موږ ځانګړو پولیسو ډېر د احتیاط نه کار واخیسته. منابع میگویند شماری از غیر نظامیانی که چندین ساعت در گرو مهاجمان بودند به گونه سالم نجات داده شدند. طالبان به جای آنکه دست به ادامه خشونت ها بزنند، باید تعهد واقعی نسبت به صلح نشان دهند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که طالبان با حمله های اخیرشان نشان دادند که هیچ ارزش برای مردمان ملک قائل نیستند. در همین حال سازمان ملل برای حمایت از انتخابات و تسریع تلاش های صلح ماموریتش را در افغانستان تا سال 2020 تمدید کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم روحیت اندیشمند. وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته است که دست از ادامه خشونت ها بردارند و کمی هم در فکر تعهدشان نسبت به صلح شوند. مایک پامپیو حمله های روز سه‌شنبه در کابل و پروان را نکاهش می کند و از طالبان می خواهد تا دست از ویرانی بردارند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل ماموریتش را تا سال آینده میلادی در افغانستان تمدید کرده است. این تمدید ماموریتمان را قدرت بخشیده تا از انتخابات حمایت کرده تلاش های سال را تسهیل ببخشد و حکومتداری را در راستای حقوق انسانی بیشتر تقویت کند. باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد افغانستان خیلی حیاتی است تا در نتیجه صلح و ثبات در این کشور به دست آید. این چیزی است که مردم افغانستان می خواهد. هیچ کشوری حق ندارد تا مانع آنها برای داشتن زندگی بهتر شود. از سوی هم نماینده همیشگی آلمان در سازمان ملل در حاشیه نشست امنیتی سازمان ملل می گوید که این سازمان تلاش دارد تا روند تلاش های صلح افغانستان را تسریع ببخشد.
ما در مورد صلح نیز صحبت‌های واضح داشتیم. روند صلح که ما شاهد آن بودیم باید به مالکیت و رهبری افغان‌ها باشد. برای ما در حال حاضر انتخابات بیشتر اهمیت دارد که تا به حال در راه خوب روان است. تا زمانی که این کشورها از طالبا استقبال رسمی و حکومت گونه نکنند، طبیعتاً از تلاش‌های کشورها این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف ساخته و گفته است حملات بر طالبان شدیدتر شده است. خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری روز گذشته در پروان حکومت را در جلوگیری این حمله به کوتاهی متهم می‌کنند. در نتیجه حمله انتحاری دیروز در پروان 29 تن کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. خانواده‌های قربانیان این حمله می‌گویند تاکنون به آنان از سوی هیچ نهاد امدادرسان کمک صورت نگرفته است. مقام‌های محلی پروان می‌پذیرند که ضعف در نهادهای کشفی سبب شده تا این حمله از سوی گروه طالبان انجام شود. اعتماد با شهر بیشتر این خبر. فریادهای یک روز پس از حمله انتحاری در پروان. مادری که پسر جوان خود را در حمله انتحاری دیروز در محل برگزاری کارزارهای انتخاباتی تیم دولتساز از دست داده است. بغض در گلو توان صحبت کردن را برایش نمی دهد. از سوریالی چهار فرزند، دو پسر و دو دختر همراه با خانمش به جا ماندند. یه روز کار نه پنج روز خانه بود. تا بگم پدرم دو تا بچه در قولش بود. آجی را در شو دو بچه شو خیلی سر پدر می پالا. دو بچه شو بگم پدر من چرا سرش خاک کود کرده. من خانه آمانه بود. توریالی از بهر رفتن به کارزارهای انتخاباتی تیم دولتساز به مزدورکاریش نرفته بود و بستگان توریالی می گویند با آنان تا اکنون هیچ کمک صورت نگرفته است. خانواده توریالی نهادهای امنیتی را متهم به کوتاهی در جلوگیری از این حمله انتحاری دیروز در پروان می کنند. استادای محترم کمپاین ما ماموریت و مدیریت خوب داشته باشند. ما هیچ از مسئولیت چانه خالی نمی کنیم. واقعا نیروهای کشفی و استخباراتی ما در رابطه مقصر هستند. این نخستین حمله انتحاری در کارزارهای انتخاباتی این دور کشور است که بیش از 100 خانواده در پروان در گلیم غم نشانده است. جواد اعتماد، آریانا نیوز، پروان. رحمت الله نبیل نامزد انتخاباتی را سر جمهوری رهبران حکومت را عامل ناامنی ها در کشور می داند و تاکید دارد که در کنار تهدید طالبان اکنون داعش بخش بزرگی از جغرافیای افغانستان را تهدید می کند. آقای نبیل هشدار می دهد که دوام این وضعیت منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد شد. در همین حال شورای هزارهای اهل سنت افغانستان از دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل پشتیبانی کردند. خالد نیکزاد گزارش می دهد. چهره استخباراتی که برای رسیدن به قدرت آستین برزده است. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری رهبران و حکومت را عامل ناامنی ها در کشور می داند و تاکید دارد که ناکامی آنان منجر به افزایش تهدیدهای گروه های عراس افغان در کشور شده و اگر جلو این وضعیت گرفته نشود کشور به بحران خواهد رفت. طالب به دروازه های ولایت ها رسیده. پدیده به نام داعش که اصلا وجود نداشت او یک جغرافیای وسیع افغانستان را تهدید میکنه. برنامه ناکام بود. از او معذرت بخوای. یکی را خامرای ما مردم افغانستان به یک راه برو. دست انتخاباتی امنیت و عدالت کنایه های به دسته های دیگر انتخاباتی نیز دارد. آیا کمپاین نیست؟ امروز شما چند پیسه گرفتین در اینجا آمدین؟ 500 وعده میکنه باز 200 میتر. بعضیشان هم 200 هم نمیتر برش. همزمان با این شورای هزارهای اهل سنت افغانستان از دسته انتخاباتی امنیت و عدالت پشتیبانی کردند. این دسته انتخاباتی همچنان حضور نیافتن رئیس جمهور را به مناظره آریانانیوز توهین به ملت عنوان کرد.
در آریانا، وقفه کوتاه و ادامه خبرها در آریانا نیوز. دسته انتخاباتی دولت ساز امروز کارزار انتخاباتی اش را در ارگ برگزار کرد. شماری از دسته های مخالف اشرف غنی میگوید این کاروای استفاده آشکار از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی است. در همین حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید تخطی ها از سوی دسته انتخاباتی در زمان کارزارها را به جدیت بررسی میکنند. اشرف غنی از هوادارانش در ارگ میخواهد در ششم میزان وی را به کرسی ریاست جمهوری برسانند تا در هفتم میزان با یک روی کرده تازه روند صلح را آغاز کند. پیکارهای انتخاباتی در صحن کاخ ریاست جمهوری، ساحه به شدت محافظت شده ارگ، مهماندار هزاران هواخواه اشرف غنی بود. روز چهارشنبه مهمانان دسته انتخاباتی دولتساز از راه اداره امور وارد صحن ریاست جمهوری از بهر مبارزات انتخاباتی شدند. ظاهرا این کارزار انتخاباتی در ارگ اداهای دسته های رقیب اشرف غنی را واقعیت بخشید. اینجا چهره های دولتی در زمان پیکار انتخاباتی دسته دولتساز هم به چشم میخورند. شبیه امام محمد وریماج، معین وزارت ترانسپورت: مقت دیر خصولت سر راغلو او دیر خراغلو او په تکلیف سوی نیو. برنامه خالی پیشوری ارگ است و آمدن ما مردم هم به این منظور است که در کمپاین دکتر اشرف غنی و امر لاصالح. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید هیچ نامزد در قانون انتخابات استثنا نیست و تخطی های همه نامزدان یکسان بررسی می شود. کاندید صاحبای محترم، با حفظ احترام که به همه شنده، ما یکسان برخورد میکنیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی هر آن شخصی که کاندید باشه و مرتکب تخلف یا تخطی شود، ما مطابق به قانون، در روشنایی قانون با اونا برخورد میکنیم. آقای غنی در ارگ از هواداران خود میخواهد تا کرسی ریاست جمهوری وی را همراهی کنند. وی در هفتم میزان، یعنی فردای روز رایدهی، برنامه های تازه روند صلح را آغاز میکند. منظم پروگرام لرو تاسش بگم دی میزان بریالی که اوم دی میزان که بز بیاد سول گرنده او بیرنه حرکت پایی کم. آقای غنی در جمع هوادارانش با کنایه بر رقیب اصلی خود سلام فرستاد و در ضمن گفت خواست خداوند بود است که نشان انتخاباتی دستی دولتساز قرآن شریف باشد. خط وی راه قرآن است و خداوند او را در این راه یاری می کند. جناب رئیس جمهور بفرمایید. این هم فشرده چهار رویداد مهم خارج از کشور. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لی کچانگ نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر چین به این منظور در یک سفر سه روزه وارد مسکو شده است و روز گذشته با دیمیتری میدیادوف امتای روسیهش دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی، چگونگی ایجاد سهولت‌ها برای دسترسی به بازار و افزایش سرمایه‌گذاری تاکید کردند. بازرگانی دو کشور در سال گذشته به 100 میلیارد دلار رسید. حکم پوشیدن چادری و حجاب اجباری در خیبر پشتونخوا پاکستان اثر گرفته شده است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نخست وزیر پاکستان این حکم را که در نتیجه آن دانش آموزان دختر در مکتب‌های ایالات خیبر پشتونخوا با پوشیدن کامل حجاب مجبور می‌شدند لغو کرده بود. پیش از این در نامه رسمی به اداره‌ها مقام‌های مکتب‌های دخترانه در این ایالات دستور داده شده بود تا دانش آموزان دختر چادری یا حجاب کامل بپوشند. شوکت یوسفی وزیر اطلاعات ایالات خیبر پشتونخوا تایید کرده است که این حکم در مورد پوشیدن چادری و حجاب اجباری دوباره سر گرفته شده است. با خبرهای اقتصادی خوش آمدید. حاصلات انجیر در سال روان در هرات نسبت به سال گذشته بیش از 20% افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت هرات میگن انتظار می رود امسال بیش از 7200 تن انجیر در این ولایت جمع‌آوری شود. باغداران هرات از نبود بازار فروش و عدم صادر این میوه به خارج از کشور انتقاد می کنند. حاصلات میوه انجیر طی سال روان به دلیل شرایط آب و هوای مناسب نسبت به سالهای گذشته بیش از 20% در هرات افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگویند که انتظار می رود طی سال جاری 7200 تن انجیر از باغهای این ولایت برداشت شود.
به گفته بشیر احمد احمدی معاون ریاست زراعت هرات، انجیر این ولایت در حال حاضر به ولایت‌های غربی افغانستان صادر می‌شود. انجیر خشک از ولایت قندهار میره از طریق سکتور خصوصی ولایت قندهار بیرون از افغانستان انجیر خشک از صادر میکنه. با این حال نبود بازار فروش برای این میوه از عمده‌ترین چالش‌های باغداران هرات به حساب می‌آید. شماری از باغداران با انتقاد از دولت میگویند که نبود بازار فروش و عدم مهیا شدن زمینه یا صادرات این میوه به خارج از کشور سبب شده تا آنان یک کیلو انجیر را به 25 افغانی به فروش برسانند. ما از دولت خواهان عظیمیم که به حساب یک رای برای ما بسنجه و همین انجیر ما خریده شد و به کشورها یا به خودم افغانستان به دیگه ولایت‌ها و فروش برسه. انجیر امسال اضافه بود، قیمت بسیار پایین بود. خواهان عظیمه که ای به ما به دیگه ولایت‌ها صادر کنند. اما آگاهان امور کشاورزی معتقدند تا زمانی که مارکت فروش به داخل و خارج کشور برای این میوه از سوی وزارت زراعت کشور مهیا نشود، اقتصاد باغداران رشد نخواهد کرد. در صورتی که ما بتونیم بازارهای بیشتر خارج از افغانستان جستجو بکنیم، این میتونه که یک مقدار تعداد زیاد شغل هم ایجاد بشه و در قسمت اقتصاد از او برای کسایی که تولید میکنن بیشتر تشویق بشه. انجیر در ولسوالی های زندجان، قوریان، گذره و انجیل ولایت هرات به وفور کشت و برداشت می شود و دهقانان انتظار دارند تا زمینه صادرات انجیر به سایر کشورها مهیا شود. سلیم مقیمی، آریانا نیوز، ولسوالی زندجان هرات. اکنون توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، یک یورو 86 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی و 1000 کلدار هندی 1120 افغانی. اکنون توجه کنید به وضعیت هوای فردا. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10. سرویس خبری 8 شب هم در همین جا به پایان رسید.